سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز امیدوارم هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین با یک ویدیوی آموزشی دیگه از شبکه یک فکر نو در خدمت شما هستم در این ویدیو میخوام به شما نشون بدم که چه چیزهایی همراه با این ماینر میاد وقتی که شما اون رو خریدین من این ماینر رو تقریبا یک ماه پیش خریدم بعد از سه هفته رسید به دستم و از وقتی که ماینر به دستم رسید ازش وقتی جعبش رو باز میکردم ویدیو گرفتم و در این برنامه میخوام به شما نشون بدم که چه چیزهایی با این ماینر میاد پس با ما, ما همراه باشید خب سلام مجدد عرض کنم خدمت همه شما دوستان عزیز همطور که گفتم توی این برنامه میخوام که به شما نشون بدم چه اجناس و چه چیزهایی با ماینر MXC یا همون M2 Pro میاد توی جعبش و توی این برنامه میخوام به شما اون رو نشون بدم قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم خواهش میکنم دکمه سابسکرایب رو کلیک کنید ویدیو های ما رو لایک کنید و اگر سوالی در آخر بود در قسمت کامنت ها بذارید من حتما جواب میدم راستی یک موضوع دیگرم من با به شما توضیح بدم این تو این جلسه من در ویدیو قبلی قبلی که گذاشتم طریقه خرید ماینر من یک اشتباه بزرگ انجام دادم توی اون ویدیو من قیمت این ماینر رو تقریبا سه و نیم هزار گفتم ولی در از فکر می کردم که 2499 پوند استرلینگ هست در صورت که یورو بود من نمی چرا پوند استرلینگ به ذهنم اومد ولی یورو هست پس اگر که این قیمت رو به دلار تبدیل کنیم تقریبا 2800 میشه و یک مقدار فیس به حساب ش... شیپینگش میاد که مثلا به آدرس شما اون رو بفرسته قزینه پستش میشه که تقریبا واسه من سه هزار دلار شد من تعجب کردم اون روز هم که وقتی این رو من تبدیل کردم به مثلا به دلار شده بود تقریبا سه دلار من اشتباه کرده بودم اون یورو هست نه پاوند استرلینگ من اگه این رو به پاوند استرلینگ تبدیل می کردم اشتباه بود اگه من درستش نوشته باشم آره 2499 میشه 3400 آره این اشتباه هست به قیمت در این وبسایت به یورو هست ببخشید من توی ویدیو قبلی اشتباه کردم <تصفح> پس قیمت کلیش به دلار میشه 2833 بعد یک مقدار پول شیپینگ میدین تقریبا سه هزار دلار برای شما در آمریکا آب میخوره توی اروپا که گفتم ارزون تر هست مثلا توی او اروپا اگه مثلا خیلی هستن که ببینم در یوکی من چرا تغییر نمیکنه آها یورپین یونین آها ببینید دو هزار و دو هزار ست یورو تقریبا میشه آه ببخشید این نقطه اوکی 2380 دلار یک کم برای یورو توی خود کشورهای اروپا ارزون تره اینجا خود این وبسایت هم اشتباه کرد این در از نقطه نباید می بود اینجا نیاز کاما باشه به حساب ولی دو اشاره صد مثلا نوشتن اشتباه نوشتن این رو پس این یورو هست نه پاوند سرنینگ و قیمتش به دلار در آمریکا تقریبا سه هزار دلار میشه وقتی که شیپ کنه به آمریکا پس <applause> این توی این ویدیو طریقه خریدش که اینجا توضیح دادم من یه اشتباه کردم اون رو که امیدوارم که شما این ویدیو رو هم ببینین و بفهمین که اونجا من اشتباه نوشتم خب میریم که براتون توضیح بدم که چه چیزهایی با این ما به ماینر میاد <applause> من این سفر رو بزرگش میکنم این ویدیویی هست که من گرفتم من فقط چون گوشیم صداش درست نمیاد به حساب درست نبود میخوام همینجا جلو میریم همینجا و به شما نشون میدم که چه چیزهایی باش میاد خب وقتی من جعبه رو باز میکنم اول خود رسیدش میاد که مثلا چقدر خریده ایم، با چه قیمتی بعد یه دونه تیشرت برای ما فرستاده بودن که روش ام هم هست لوگوش اینجا من به شما نشون میدم تیشرت مشکی رنگ بود ولی سایزش XXL بود یعنی خیلی بزرگ بود من خودم نتونستم بپوشم و کسی رو نمیدونم نمیشناسم که بتونه این رو ببوشه این آره جنسش بدک نیست ولی خب من انتظار نداشتم که باش تیشرت بیاد پس یه چیز فری هست که به شما بس بس مجانی به شما میدن این یه دونه لامپ هست که به ساب اسپنجی فقط برای تبلیغات هست و این جالبش اینه که این یه دونه سکه هست سنگین هم هست یعنی سکه است به رنگ طلایی و اونو گذاشتن داخل یک جعبه بی رنگ ولی تقریبا سنگین هست و قشنگه قد برای دکور خوبه من نشون میده که مثلا امکسی کوینی هست که این شرکت ماین میکنه من یکم جلو برم این خود ماینر هست لوگویی که با جعبهش با لوگوی مچ هست به حساب همطور که در وبسایتش هست اینجا من نشون بدم اینطوری خب این رو باز میکنم خب در مورد منوالش هست زیاد مهم نیستن اینا فقط البته مهم هستن میخواست وقتی که نصب کنین اول که مثلا چه جایی باشه بهتر اینجا گفته مثلا بارون بباره روش یا مثلا توضیح داده که چجوری وصلش کنین زیاد سخت نیست خیلی آسونه من توی یه ویدیوی بعدی به شما میگم که این رو چجوری راحت نصبش کنین این هم فقط توضیحات کلی و اون بارکودی که اینجا هست رو میتونین با اسکن کردن اون بارکود اپلیکیشن این ماینر رو در موبایلتون نصب کنید یه سیم کابل باش میاد برای آمریکایی ها اینطوری ستایی است برای اروپایی ها باید دوتایی باشه پس حواستون باشه وقتی که سفارش میدین برای اگه در اروپا هست هستین حتما برای اروپا به حساب سفارش بدین چون اروپا فکر کنم فقط دو تا هم شاخ داره اون قسمت چیز برای آمریکا سه تا هست این هم پیچ و است که چون گفتم بهتون این ماینر برای بیرون ساخته شده در اس، نه داخل خونه هم که توی اون مثلا اینجا نشون داد مثلا در مقابل بارون و آفتاب ها اوکی هست یعنی زیاد مشکلی نداره تا منفی چهل و مثبت 80 درجه سانتیگراد مشکل نداره پس مال بیرون هست به خاطر همین هست که مثلا یه سری پیچ و مهره باهاش فرستادن بست براشون فرستادن مثلا اگه به جایی میخواستین اون رو محکمش کنین این مهم هست این قسمت مثلا این کابل میره و این کابل پاور اور اینترنت هست یعنی این ماینر فقط همین رو باش وصل میکنی یعنی چیکار میکنی این رو وصل میکنیم به به حساب پریز برق و سیم اینترنت رو دو تا سیم یک ورودی خروجی داره که در اون طرفش نصب میکنیم و از این طریق از طریق به حساب از طریق انترنت، سیم اینترنت اینترنت به حساب برق میرسونه به ماینر شما امیدوارم متوجه شده باشین یعنی سیم مستقیم برق نرفته به ماینر میبینین اون طرف به برق میخوره این طرف به برق میخوره و این طرف دیگرش دو تا سیم اینترنت اینترنت میخوره مثلا برق رو از طریق سیم اینترنت به ماینر وصل میکنه خب من در ویدیوی بعدی حتما به شما نشون میدم که چجوری نصفش کنین ولی پیچیده نیست زیاد فقط لازم منوال رو دنبال کنید و شما میتونید راحت این رو وستش کنید خب اینها سه تا که هستن اینجا آنتن هایی هستن که با خودش این ماینر میاد سه تا است فقط برخلاف چیزی که شما در وبسایتش میبینید که اینجا چهار تا هست نیست وقتی که به دست شما میرسه فقط سه تا به حساب آنتن هست باش اینها آنتن هایی هستن که باش میان یک دو این یکی هم سه فقط حواستون باشه اینها همون به حساب آینتن های خیلی استاندارد هستن شما میتونین اینها رو عوضش کنین چون خیلی راحت هست عوض کردنش یه پوستر تبلیغاتی دیگه و این خود ماینر هست فقط این نوت رو من میخوام به شما نشون بدم نوشته once removed no return یعنی اینکه وقتی این رو شما بردارین این ورچسب رو بردارین دیگه جنس رو پس نمیگیرن از شما پس قبل از اینکه این برچسب این رو بردارین همه اینها رو خوب بررسی کنین که انشالله مشکل نداشته باشه چون اگر این رو... چون ولی شما حتما باید این برچسب رو بردارین که بتونین این رو به حساب وصلش کنین همه چیزهاش رو درست کنین چون این قسمت رو که اینجا نشون بدم این قسمت پایینش این از این قسمت به این طرف رو باید مثلا بکشید پایین کنده میشه و سیم اینترنت یا همون سیم اینترنت داخل اینجا وصل میشه پس این رو باید بکنین ولی قبلش حتما بیرون ماینر رو و آنتن هاش و سیمش رو به حساب اون دستگاهی که برق رو بهش میرسونه رو قبلا قبل از این رو بکنین خوب بررسی کنین که به حساب ترک نداشته باشه مشکل نداشته باشه بعد اون رو بکنین چون اگه بکنین دیگه پس نمیگیرن از شما اینها همون به حساب جایی هست که آنتن ها بهش میخوره خیلی راحت اینطوری مثلا گفته L L A G بعد اونجا هم مثلا آنتن ها رو به شما مثلا نشون داده که کدومش کجا میخوره زیر کل اینها هم سیم اینترنت اینترنتش هست که من الان به شما نشون میدم اینجا یکم در آوردنش سخته ولی ببینید دو تا سیم هست و اندازهشون خوبه مثلا خب سیمای اینترنت رو میبینین مثلا یکیش به مودم میخوره به حساب راوتر شما میخوره و میخوره به اون به حساب چیزی که اینجا به شما نشون دادم کجا رفت آها این قسمت آره پس یه سر یه... چون دو تا سیم جداگونه است یه, یه دونه میخوره به راوتر شما و میخوره به اینجا یکی دیگهش میخوره به اینجا و ماینر پس یکیش میخوره به اینجا و ماینر یکیش میخوره به از راوتر میاد به اینجا من دوباره جلو برم همطور که گفتم یکم کیبل منیجمنت هم میخواد شما مثلا اینها برای یک کابل ها هست که مثلا به دیوار میزنین قشنگتر باشه و جلوی دست و پا نباشه مثلا میخوره به دیوار برای اینکه کابل ها رو بکشید زیاد نیستن مثلا شما که بخواین روی پشت بوم بذارین بذارین یا که مثلا جای دیگه باشه ممکنه لازم باشه شما از اینها بیشتر بخرید مثلا که کم نیاد مثلا ولی برای خونه خوب هست مثلا داخل خونه مثلا میتونید راحت اینها رو وصلش کنین و سیم رو به حساب جمع کنین داخل اینها بذارین که زیر دست و پا نباش خب تقریبا همین بود کل جنس هایی که باش میومد چیز خاص دیگه ای نداره به حساب و بله دیگه همین بود تقریبا فقط قسمت مهمش این بود که سه تا آنتن میاد نه چهار تا این قسمت مهم بود و بقیه چیزهاش تقریبا فری بود خود این هم خیلی حواستون باشه که ببینین که مشکل نداشته باشه قبل از اینکه اون ورچسب رو بکنیم خب امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه از این ویدیو خوشتون اومده باشه هر سوالی دارین رو در قسمت کامنت ها بذارین من حتما جواب میدم توی ویدیوی بعدی به شما نشون میدم که چجوری خودم داخل خونه این رو نصب کردم و این نصب کردنش خیلی راحت هست اصلا مشکل نداره و دوباره میخوام بگم که اشتباه قبلی من اینجا بود که من این به یورو هست نه پاوند استرلینگ و این دو اشاری نیست به حساب این دو هزار ست یورو هست دو هزار ست یورو قیمتش میشه تقریبا سه هزار دلاره ببخشید اگه من یو اس رو زنم 2400 به 2500 یورو تقریبا میشه 2800 و دو دلار آره 2499 میشه 2800 و دو خورده دلار که با پول پست و اینهاش تقریبا دوربر 3000 دلار میشه خب امیدوارم که خوشتون اومده باش از این ویدیو سابسکرایب یادتون نره موفق و معید باشید خدا نگهدار شما